أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بینندگان گران قدر تلویزیون جهانی آریانا، علاقمندان برنامه سحرگاهان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت خوب ما، باز هم در خدمت شما دوستان قرار گرفتم. خدا کند که شما هم جور و خوب و سر حال باشید. دوستان نهایت عزیز ما، ماه رمضان از جمله فضایلی که با خود دارد، یکی از آنها شبهای قدر می باشد. الله جل جلاله به امت پیامبر صلی الله علیه و سلم شبهای قدر را عطا کردگی هست که پاداش عبادت در این شب قسمی که قرآن می فرماید لیلة القدر خیر من الف شهر. لازم دانستیم که در این رابطه برنامه‌ای داشته باشیم که در این بحث خوشبختانه باز هم با خود استاد سید مصطفی مرتضوی را داریم. استاد به برنامه خوش آمدید. وقت به شما میتیم و میخواییم بفهمیم و بدانیم در رابطه و فضیلت شب قدر از شما میشنویم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت دستاندرکاران تخنیکی برنامه شما در استودیو و از طریق برنامه شما خدمت بیننده های عزیزتان، مخصوصا سحرخیزان عزیز و همچنین شهادت حضرت علی علیه السلام را برای همه مسلمانان، مخصوصا مسلمانان افغانستان تسلیت عرض میکنیم. و به همون قسمی که هویدا و روشن هست که شب قدر یکی از شبهای اساسی تمام عمر انسان میتوان قلمداد نمود و در عین حال به همون قسمی که مراجعه به قرآن شوه، در قرآن به صراحت آمده است که لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار ماه است. یعنی اگر یک کار نیک و یک عملی که در شب قدر، اعمالی که مشخص شده است، اگر در شب قدر انجام داده میشه، معادل است با هزار عبادت و معادل است با هزار شب. یعنی به این معناست که یعنی یک شب قدر که وقتی یک انسان مؤمن، یک انسان روزدار احیا میکنه لیالی قدر را، در مجموع ببینین که هر شبی که یک انسان روزدار، یک انسانی که میخواهد رابطه خود را از نو تجدید با خالق خیش، با خداوند متعال کنه، معادل با 83 سال عبادت هست. وقتی که حساب کنی یک شب، یعنی وقتی که در قرآن میگه معادل هزار شب هست، یعنی هزار شب معادل 83 سال میشه. این میرسانه عظمت شب قدر را. و در اینجا هست که با وجودی که شب قدر یک شب با عظمت هست، نزول قرآن هم در شب قدر صورت گرفته است. بر کدام اساس؟ بر این اساس که اول در یک آیه مبارکه قرآن آمده است که شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، که یعنی ماه رمضان، شهر رمضان یعنی شهری است یا ماهی هست که انزل فیه القرآن، نازل شده است در این ماه مبارک رمضان قرآن. در اینجا پس در این آیه به صراحت آمده است که قرآن نزولش در ماه مبارک رمضان بوده. و بعد از آیه مبارکه دیگه قرآن باز هم استخراج میشه که انا انزلناه فی لیلة القدر، یا در آیه مبارکه قرآن به همین شکل یک آیه مبارکه دیگه قرآن هست که انا انزلناه فی لیلة المبارکه، که ما خداوند میگه نازل کردیم قرآن را در لیل مبارکه، منظور امو شب قدر اینجا هست. یا انا انزلناه که بدرستی انزلناه نازل کردیم ها،
که ضمیری که در اخیر واژه انزلناه وجود داره، با وجودی که ضمیر یعنی غیر معلوم هست، و چرا ضمیر غیر معلومه؟ به خاطر عظمت و به خاطر شکوه قرآن. اینجا اینمی ضمیری که در اخیر این واژه انزلناه هست برمیگرده به سوی قرآن. یه مشارون الیش قرآن هست که نازل کردیم ما قرآن را فی لیلت القدر، در شب قدر. پس اینجا فهمیده میشه که نزول قرآن در شب قدر هست، و شب قدر هم به این معناست که در ماه مبارک رمضان قرار گرفته است، بر او اساسی که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است. پس نزول قرآن ثابت میشه که در شب قدر و در ماه مبارک رمضان نازل شده است. و شب قدر هم البته با وجودی که معلوم نیست که باز مفسرین آمده، البته انشالله استاد سوالات خود داشتیم. عزیزان بیننده، حال یک وقفه کوتاه داریم. دوستان عزیز، خوش آمدید به ادامه برنامه. با خود داریم استاد سید مصطفی مرتضوی را. موضوع بحث ما در رابطه به شبهای قدر است، فضیلتی که به امت پیامبر صلی الله علیه و سلم داده شدگی است که اگر کسی در این شب عبادت میکنه، پاداش هزار ماه برش داده میشه. اگر حساب بکنیم، عبادت همین شب از 83 سال بالاتر میشه. پس اگر می خواهیم که واقعا مستحق پاداش بزرگ شویم و اجر آخرت نصیب ما شود و همانا رفتن به جنت باشد، عبادت شبهای قدر را باید فراموش نکنیم. استاد لطف فرمودین دلیل نزول قرآن را هم اشارت داشتین، از خود قرآن که قرآن در رمضان نزول پیدا کرد، و همچنان قرآن در شب قدر نازل شدگی هست که نزول قرآن هم به دو بخش تقسیم میشه که به قسم جمعی و به قسم تدریجی. اگر لطف بفرمایید، دوستان ما هم منتظر صحبت های شما هستند که اختصاص چرا داده نشده که معلوم شود که در این شب شب قدر است، شبهای طاق گفته میشد. آیا حکمت در اینجا نهفته هست؟ خب بله، هر امری که از جانب خدا، از جانب شارع تعیین شده هست، اوامر در مجموع تابع مصالح هست. نواهی هم که در اسلام و در حوزه اسلام وجود داره تابع یک سری از مفاسد هست. یعنی وقتی که یک کاری نهی شده، شراب آمده، اسلام نهی کرده است از شرب شراب، از خوردن شراب، به چی دلیل هست؟ مفسدش واضح هست که عقل انسان را زائل میکنه و انسان به پرتگاه و به حیوانیت چهارپا، انسان به امو سمت و سو گرایش میده. بناهن تمام اوامر درش مصلحت وجود داره، نواهی هم برش مفسده وجود داره. بر اساس مصالح و مفاسد است که امر و نهی در اسلام صورت گرفته. در خصوص سوال شما هم که چرا شبهای قدر، که وقتی شبهای قدر اسمش برده میشه، با وجودی که شب قدر یک شب هست و نزول قرآن هم که نزول دفعی هست، که اگر اینجا بحث شوه که قرآن دو نزول داشته است، یکی نزول دفعی که به اونمو واژه و کلمه انزال آمده است، وقتی که اگر حرفی از نزول دفعی و آنی صورت میگیره و مجموعی صورت میگیره، در اینجا ادبا آمدن میگه که اونجا بحث از انزال هست. انا انزلناه فی لیلت القدر، این میرسانه اینمی کلمه انزلناه در این سوره قدر که خداوند در شب قدر قرآن دفعتن بر پیامبر، به قلب پیامبر یا به بیت المعمور نازل کرده است. که باز در این ارتباط یک حدیثی هم از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است، و در این حال در این ارتباط که علی ابن ابراهیم که یکی از مفسرین است، تفسیر از امام موسی کاظم علیه السلام کرده است که هی لیلۃ القدر انزل الله عز وجل القرآن فیها الى البيت المعمور جمله واحده ثم نزل. اینجا کلمه نزل یا واژه نزل من بیت المعموره علی رسول الله فی طول 23 سنه.
که قرآن اینجا در این حدیثی که از امام موسی کاظم علیه السلام آمده است، علی ابن ابراهیم بیان کرده است، راویش هست، میگه که قرآن دو نزول داشته است که یک نزول تدریجی داره و یک نزول دفعی، که نزول دفعی شونمو انزال هست، با واژه انزال می که ناانزلنا دفعتن به قلب مقدس پیامبر اکرم نازل شده است، و نزول تدریجیش به شکل است که بر اساس حوادث، بر اساس اتفاقات کم کم به تدریج نازل شده، که او با واژه تنزیل آمده است که از امو بیت المعمور کالا باز بحث است. مفسرین علما بحث کردن که بیت المعمور چی هست. بعضی آمدن میتونن بیت المعمور مکه معظمه خانه خداست، بعضی میگه در نزدیکی مکه معظمه است، بعضی از مفسرین حتی تفسیر کردن که قلب پیامبر بیت المعمور هست به این ترتیب، و قرآن به این شکل شده است، نازل هم دفعی و هم تدریجی. اما در خصوص این که خب شب قدر هم یک شب هست. بله جناب استاد، ادامه صحبت های شما را بعد از یک وقفه میشنیم. عزیزان خوب ما، بعد از وقفه باز هم در خدمت شما میباشیم. دوستداران برنامه خوش آمدید. با خود داریم استاد سید مصطفی مرتضوی را. موضوع بحثشان در رابطه با شبهای قدر بود. بفرمایید استاد. بله، در خصوص این که شب قدر یک شب است، اما چرا معلوم نیست که در فقه جعفری آمدن به این عقیده هستند که شب 19 یا شب 21 یا شب 23 را آمدن میگه یکی از این شبها شب قدر هست، که با شب 19 مصادف است به ضرب خوردن حضرت علی علیه السلام، و 21 شب 21 مصادف است با شب شهادت اون حضرت، و اکثریت از فقهای شیعه آمدن گفته شب 23 مصادف است با شب قدر. اما به نظریه علمای محترم اهل سنت که اونها تقریبا به اتفاق آرا و به جمهور آرای از علمای محترم اهل سنت شب 27 مصادف دانستن، تقریبا قریب به اتفاق است به شب قدر. اما دلیلش چیست که این مشخص نیست؟ اولا این که یک مسئله بسیار اساسی است که باید یعنی تمام این شبها احیا شود و انسان بتوانه که عزم خدا آهنین بسازه، عبادت خدا کنه، و اونمو فیوزاتی که در این شب نهفته هست که قرآن بیان کرده است که یک شب معادل هست با هزار شب و در مجموع 83 سال، از این فیوزات به بهره و به نصیب نمانه. و چیز دیگه که در آیه مبارکه قرآن وجود داره که خب لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة و روح فیها بإذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، و شب هست که ملائکه که در رأس حضرت جبرائیل امین علیه السلام است، با فوج فوج با گروه های زیادی از ملائکه به زمین اینها می آیند، و اینها هستند که سلام بر این انسان هایی که شب زنده دار هستند و کسانی که احیاء لیالی قدر کرده بر اینها سلام می رسانند. و سلام بازم اینجا تفسیرهای مختلف داره که یعنی سلامتی را به ارمغان می آره، و اینها هستند که توانستن به واسطه اینمی اعمال خالصانه خیش رابطه خود به شکل سالم و صحتمند با اون کسی که بنده ها در ارتباط هستند که عبارت از خالق خیش هست اینا محکم کردن. این مسئله است که اهمیت شب قدر بیان میکنه به این اساس است. و بنابراین چیز دیگه که وجود داره این هست که شما ببینین که خب مسئله مرگ یک قضیه حتمی هست، اما وقتش بر انسان ها مشخص نیست. اگر مشخص باشه اینجاست که انسان ها باز به اونمو زمان از خواب غفلت بیدار میشن. اما اگر وقت مرگ مشخص نباشه، که مشخص هم نیست، در اینجاست که انسان هر لحظه آمادگی خود برای رفتن میگیره، آمادگی خود به این میگیره که یک روز چی بخواهی نخواهی اونمو گرگ اجل در دهن دروازه شما هم میخوابه و از این قافله انسانیت را هم با خود میبره، و هر لحظه است که انسان آمادگی مرگ می داشته باشه. یا در مسائل دیگه است که غضب خداوند در بین
معاصی در بین گناه ها مخفی هست که این گناه انجام دادی سبب غضب خداوند میشه، این گناه انجام دادی سبب غضب خداوند میشه. بناهن در اینجاست که انسان ها بر اساس معلوم نبودن غضب که در پشت کدام معصیت و پشت کدام گناه خوابیده هست، بناهن در اینجا حکمت بر این هفته است که انسان از تمام معصیت ها، از تمام معاصی و از تمام گناه ها دوری کنه. یا در ارتباط به رحمت خداوند به یک کار ممکن هست نهفته باشه، ممکن است که دست یک فقیر بگیری، اینجا سبب میشه که رحمت خدا را تو شامل حالت ساختی. در اینجاست که باز انسان ها تمام کار نیک انجام میتن که به ای امید و به این رجاع که ما بتوانم به سبب ای کار نیکم یا ای کار نیکم یا ای کار نیکم توانسته باشم مستحق پاداش باشم و رحمت خدا را شامل حالم کرده باشم. برای اساس است که شب قدرم به این خاطر نامعلوم است. تشکر استاد. اگر اجازه باشد و فکرم وقت نخواد داشتیم دیگه وقت داریم، کوتاه اگر بفرمایین که قرآن تشریح میکنه که این انزلناه فی لیلت القدر، از لیل گفته میشه، چرا موضوع روز در بین نهفته نیست؟ چی حکمت نهفته است در بین که شب در میان میاد؟ اولا که سحرخیزی، شب بیداری، این دلالت بر عزم آهنین انسان ها میکنه. بله. شبها ببینین که بر انسان آرامش و سکون به بار آورده است. اما ببینین این یک انسان آهنی است که او خوابی که برش بسیار شیرین هست، بله، او خواب بر خود حرام میکنه و او خواب شیرین من میکنه و از او میگذره. در اینجا هست که در مقابل اونمو دستوری که خدا برش ساخته است، در مقابل او استاد میشه و امر اطاعت خدا را میکنه. و در عین حال چیز دیگه که وجود داره، شبها یعنی یک فضای بسیار آرامش و یک فضای سکون حاکم هست و انسانها، اکثریت انسانها بر امی اساس قلبهایش نهفته است که یک آرامش از دغدغه‌های کارهای دنیایی و اجتماعی و فرهنگی و مسائل روزگار ممکن هست که دور باشند و آرامش روحی برشان حاکم میشه. به امو قسمی که شب یک آرامش و یک سکون ایجاد میکنه، از اسم شب پیدا است، قلب ها هم به یک آرامش و سکون برخوردار هستند. در اینجاست که میتونه هرچی محکمتر با اونمو فضایی که برای انسان، فضای روحی که پیدا شده، روح خود چارج کنه و بتوانه روابط خود را به طور بسیار اساسی محکم با خالق خیش نمایده. بله، تشکر استاد. نباشین عزیزان خود. ما پس معلوم شد در بخش اخیر که شب به خاطر عبادت است. شب نشینی های کسایی که میکنن در عبادت الله اگر نباشد، معلوم است که جوابگو و الله خود خواد بودن. تا سحر دیگر، الله یار و یارتان.